ملک پیغمبر شد، پیغمبر خدا هم نه فقط به میل خودش. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. گفتیم کنش و واکنشی که از مدرسه خلفا در آغاز کودتا و انقلاب سیاهی که بعد از شهادت نبی اکرم در مدرسه اسلام رخ داد، چه کنشی خلفاء جور و کودتاچیایی که این کودتا رو راه انداختن، کنشاشو داشتیم میگفت، و چه واکنشی امیر المؤمنین و حضرت صدیقه اطهر و حسنین علیهم السلام و به تبعشون پیروان مدرسه امامت و ولایت، اگرچه اقل نفرن بودن محدود. یه مستشرق فرانسوی کتابی دارد به نام گستاو لوون، کتابی دارد به نام تمدن اسلام و عرب. در اون کتاب این نویسنده غربی می نویسد که به تعبیر او محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر عزیز اسلام، به تعبیر بنده که از دار دنیا رفت در سال 11 از هجرت، 7 میلیون مسلمان رو کره زمین بود. یه کمی فکر میشه باز کردم، درایه مطلب مهمه، نقل خیلی مهم نیست، فهم مطلب مهمه. این قرآن بخونی، قرآن میفرماید حضرت نوح نبی 950 سال مجال تبلیغی داشت. نبی اکرم وقتی از دامنه حرا پایین اومد، مبعوث به رسالت شد، حالا کیفیت نزول وحی اون داره که ما درک نمی کنیم، چون وحی یک نوع ارتباط خاص بین خدا و پیغمبرشه که لا یعلمه الا الله و صاحب الوحی. اما اون چی که از روایات استفاده میشه، خیلی پیغمبر تحت فشار نزول وحی قرار میگرفت. قرآن که شوخی نیست، بخونید قرآن رو. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، خدا میگه این سنگینه، قول ثقیل. یه چی در اون آیه دیگه می فرماید که اگر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متشدعا من خشية الله. این قرآن شماست. یا در اون آیه دیگه می فرماید ولو ان قرآنا
سیرت به الجبال او کلم به الموتا او قطعت به الارض. چی داره میگه قرآن؟ این قرآن شماست، یعنی حقیقتیست که خدا وصفش کرد. این وقتی بر قلب پیغمبر نازل میشد، پیغمبر اکرم به قدری تعبان و خسته میشد، فشار. حالا آیات برش نازل شده، آمده خانه دسار، ملافه ای رو گرفت پیغمبر بگیره استراحت کنه، رفع خستگی بدن مقدس خاتم الانبیا بشه تا پیغمبر خود دراز بگیره بخوابه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر. بلند شو. اونم نه این معنا باشه که مریدای پیغمبر از قبل تربیت شده و آماده بیشینن و آماده وقتی پیغمبر وارد میشه برای عرضه معارف الهی بلنشن و دست ببوسن و چای شیرین بدن و آب جوش بیان. فانا بوده که سر چار را فستع به ما تؤمر. وقتی هم پیغمبر شروع میکرد به تبلیغ نوشتن در سفر طائف، زید بن عارضه میگه من در خدمت خاتم الانبیا بودم در سفر تبلیغی طائف، این لامذهبا بچه های زیر سن 10 ساله رو تشویقشون کرده بودن دامنا رو پر از سنگ بکنی، این پیغمبری که آمده به جهت هدایت و تربیت این مردم رو سنگ بارونش بکن. وقت زید میگه که اونقدر پیغمبر سنگ خورده بود که پشت ساق پاهای مبارک نبی اکرم مجروح شد، اما دست بر نمیده. خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها فرمود ایشان پیغمبر خدا دیر کرد، تو دیر وقت دیدیم نیامد. امیر المؤمنین تو خانه نبی اکرم زندگی میکرد، با امیر المومنین برخواستیم رفتیم تو کوچه باقای مکه، از این کوچه به اون کوچه، از اون برزن به اون برزن، از اون خیابون تو اون خیابون، ته شهر مکه پیغمبر خدا رو پیدا کردیم. توی گودالی پیغمبر افتاده بود، اونقدر پیغمبر رو سنگ زده بودن که رسول خدا تا سنه توی این گودال گرفتار. پیغمبر خدا رو از توی این چاله در آوردیم و آوردیم منزل و بدن مجروحش رو یه مقداری پماد و زماد مالیدیم و فردا صبح دیدیم باز پیغمبر خدا پاشنگی برور کشی. یالا تبلیغ، خون جگر خوردن انبیا. اون وقت پیغمبر ما 23 سال، نوح نبی لبس فیهم 1000 عام 1000 سنه الا 50 عام 950 سال. اونم با اون قلب قدیس حضرت نوح نبی. پیغمبران مال این عالم نیستن، مواد اولیه خلقی اونها از عالم دیگر است، تینتشون اون عنصر اولیه مادت المواد وجودی اون ذوات مقدس مال این عالم نیست که دیشب یک اشاره اجمالی کرده مرد شده. اون پیغمبر معصومی که روحش و جسمش از عالم دیگر ساخته و پرداخته شده آمده اینجا به جهت تربیت بشر، یعنی چه عنصر پاک مقدس مطهری 950 سال مجانن تبرعن یومدن به جهت تبلیغ. و قرآن فرماید فما آمن معه الا قلیل. به این پیغمبری که 950 سال تبلیغ کرد ایمان نیاورد مگر قلیل. بعد وقتی از امام ششم پرسیدن این قلیل چند نفره، فرمود در طول 950 سال 18 نفر به او ایمان آوردن. ای این بشر چموش چقدر مقابل خدا جفتک میندازه. اون پیغمبر، آن پیغمبر ما چند سال؟ 23 سال.
وقتی این 23 سال این گستاو لوونه میگه ها، این فرانسویه، میگه وقتی پیغمبر اکرم از دار دنیا رفت 7 میلیون و پیغمبر ماهواره نداشت، فضائیه نداشت، اینترنت نداشت، تلویزیون نداشت، رادیو نداشت، افرا نداشت که. خب این نظر مال این مستشرق فرانسوی پیغمبر که از دنیا رفت چند نفر؟ خب حالا بیایم از کارشناس مدرسه اسلام حضرت ابی جعفر محمد ابن علی الباقر هم یه رأی بگیری، نظر شما چی چیه؟ ابن رسول الله فرمود ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، بعد پیغمبر 3 نفر بودن. سه نفر کجا هفت میلیون؟ 7 میلیون نفر منحرف بلا. اینا لا تائلات بدن جان. نص قرآن ان توت اکثر من فی العرض یذلوک، همیشه خدا تو قرآن ذم اکثریت کرده است. اکثرهم لا یعقلون لا یشعرون لا یعلمون. قرآن ان توت اکثر من فلعز یوز به پیغمبر میگه یوز لوک. اگه بنا میشه انا خلق الله امروز میگه چی خواهی نشوی رسوا هم رد میگه. آقا شما چه این کارا رو میکنی؟ میگه همه مردم هم اینه عوض بطر از گناه. چرا مردم مرتد شدن؟ قرآن، قرآن سوره مبارکه آل عمران و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على عقابكم. مردم قبل از اینکه پیغمبر اعلام رسالت کنن چه کیشی داشتن؟ مشرک، یا یهودی بودن یا مسیحی بودن یا مشرک بودن یا ملادین لایک به قول ما. از این 4 صورت دیگه تصور پنجم دیگه نداره ظاهرن دیگه، یا مسیحی یا یهودی یا مشرک یا هیچی، التماس دعا ما دیگه را به قول ما. درست شد؟ خب یهود و نصارا که مسلم نیستن به نص قرآن، ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان بل کان حنیفا مسلما. پس یهود و نصارا که از اسلام نیست، نتیجتا قرآن میگه کانو فی ضلال مبین، یعنی قبل از ظهور به عصت پیغمبر و اعلام نبوت پیغمبر خاتم همه خلق الله بر مسیر ضلال مبین بودند. این پیغمبر اینا رو تربیت کرد. حالا اگر قرآن میگه پیغمبر کشته شود یا بمیرد انقلاب میکنید به عقب برمیگردید، یعنی چی میشید؟ یعنی یا مشرک میشید یا یهودی میشید یا مسیحی میشید یا لایک میشید، معنیش اینه دیگه. نتیجه این انقلاب سویی که رخ داده عقبگرد دنیای مسلمین به ضلال و کفر و نفاق بوده است. کی باقی موند از این سرن سالم موند؟ همون 3-4 تایی که کنار دست امیر المؤمنین صلوات الله تعالی علیه بودن و اینا واکنش نشون دادن. سلمان واکنش داره، ببین احتجاجش که طبرسی رو اینجور نبود که اصحاب امیرالمومنین همون 4-5 تا هم دیگه کنار بیشینن بیر بیر نگاه کنن. سلمان پدر عمر رو سلمان در آورده، این مقداد پدر عمر رو در آورده، اینا مهاجه میکردن، خطبه میخوندن، اینا رو میفرستاد امیرالمومنین. خود امیرالمومنین احتجاجیات متعدد داره. حضرت صدیقه هم واکنش نشون داد و اینا نیاز به تحلیل داره. یک کلمه عرض کردم و عرضم تمام شد.
فدک ملک طلق پیغمبر بود. چی جوری فدک در اختیار پیغمبر قرار گرفت؟ روایت چی میگه؟ تاریخ چی میگه؟ تحریفات تاریخ چیه؟ اینا نیاز به یک فصل مشبعی از تحقیق داره و مجال واسعی که گوینده یه محقق باسوادی اونم که من ارزشو ندارم پیدا بشه براتون رو تحلیل کنه براتون. فدک ملک تلق پیغمبر بود و پیغمبر خدا طبق دستور خاص خدا بعد از نزول آیه و آت زل قربا حقه، سنی و شیعه نوشتن پیغمبر خدا فدک رو تملیک به حضرت صدیقه اطهر کرد. در فقه اسلام این مطلب از مسلمیات مدرسه شریعتی که اگر شما به کسی چیزی رو هبه کنی ببخشی، با این هبه شما اون کسی که بهش هبه کردی مالک این هبه شما میشه. وقتی مالک شده این هبه برای شما مالکیت میاره، ولیکن مالکیت مشروط، به شرطی که دیگه من ازت پس نخوام بگیرم. اما اگر امشب انگشتر رو به شما بخشیدم، فردا پشیمون کردم اومدم گفتم رفیق جان انگشترمو به من پس بده، بر شما واجب است اگر یه انگشتر عینش موجوده اینه به من برگردونی، واجبه. نمیتونی بگی من بخشیدی دیگه تموم شد. به قول ما عقد جایزه، اما در فقه اسلام میفرماید اگر انسان به رحم خودش چیزی رو هدیه کنه، هبه کنه، بنده یه انگشتر اگر به شما ببخشم پشیمون کنم، فردا بیام پس بگیرم، اگه باشه با دینشو به من بدی. اما اگر اینه به پسرم بدم، به دخترم بدم، به همشیرم بدم، به اخوی بدم، بعد فردا پشیمون کردم دیگه حق رجوع ندارم. و اگر رفتم رجوع کردم و اخوی یا بنده زاد طلو دروازی انگشتر به من تحویل داد، من مالک این انگشتر شرعن. این فقه شماست. پیغمبر مالک فدک، کیفیت تملک پیغمبر بحثی داره، مجال واسع میخواد. اما اون چه که مسلمه فدک ملک پیغمبر شد، پیغمبر خدا هم نه فقط به میل خودش، دستور خاص اومد پیغمبر ما فدک رو به فاطمه واگذار کن. پس در حقیقت مضاف به تملیک پیغمبر، حضرت صدیقه طاهره مالک فدک است به تملیک خدا. خدا مالک شد. اولین واکنشی که در قبال حضرت صدیقه اطهر، چون یک کنشی مدرسه خلفا این باند کودتا کرد، اولین کاری که کرد در مقابل امیرالمومنین مدعی از منصب خلافت و امامت شد، ما خلیفه ایم، خلافت رو از علی گرفت، در قبال حضرت زهرا مصادره فدک کرد. فدک که مصادره شد، عمال حضرت زهرا رو از محل بیرون کردن و گفتن فدک مال ماست. فاطمه اطهر با کنش نشون داد، اومد تو مسجد، فرمودن پرده کشیده شد. چجور وارد شد بماند؟ کیفیت ورود حضرت صدیقه به مسجد به قول امروزی ها چنان هنرمندانه حضرت صدیقه طاهره وارد شد که تبلیغ سمعی بصری باشد، که اینی که میخواد مخاطب حضرت زهرا باشه وجدان کنه حقیقت دعوا رو، که قصه از کجا شروع شده به کجا ختم میشه. چنان دقیق این فاطمه محدثه ای که مورد حدیث خدا و ملائکه قرار میگیرد، اومد تو صحنه کارزار. خطبه خونده. خطبه یعنی سخنرانی رسمی. سخنرانی رسمی. وارد مسجد شد. منطقه ها
که منطق رسول الله که انها تفرق عن لسان رسول الله. اون وقت منطق ها یعنی چه منطقی؟ یعنی ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. اومد خطبه فدکیه رو شروع جوونا یک دورم شده برای رضای خدا آی هیئتی آی جلسه ای، ولو این یک دوره دو سال طول بکشه، ولو این یک دوره پنج سال طول بکشه، یک همین جلسه شما شروع کنه، بعدم این روش تو جلسات دیگه هم ساری و جاری بشه، یک عالم دینی ربانی خوش عقیده باسواد متدین پیدا کنید براتون یک سال دو سال به طور متناوب کلمه به کلمه درس خطبه فدکیه رو بیاموزید. والله العلی العظیم به والله العظیم به تالله بعد از خطبه پیغمبر در قصه قدیر در اسلام به صلابت و متانت و به از عرض میکنم وارستگی و پیراستگی خطبه فدکیه اسلام به چشم خودش ندیده ایراده همچه خطابه ای رو، اونم از یه خانوم پهلو شکسته. به جان شما اگر بنده امشب تب داشتم و سرما خورده بودم و یا استخون درد یا سینه درد یا کمر درد داشتم نمی آمدم مسجد حسینیتون براتون سخنرانی کنم. خانومی که سینه شکسته و بازوی آسیب دیده و کت شکسته دیشب که گفتم پریشب که اشاره کردم اون چی که من به دست آوردم 10 عضو از بدن فاطمه دچار شکستگی شده، اومد تو مسجد پیغمبر خطبه خوند، در اسلام ما حق نداریم هر کس خلاف سلیقه و روش ما و فوری انگ بیدینی بهش بزنیم، ای بیدین ای کافر ای، جایز نیست، حق نداری که تو رمگه به کفر و زلال بکنی، مگه هرگی به تیپ و سلیقه من نبود کافره، نسبت کفر نسبت الهاد به راحتی نمیشه داد. اون وقت دختر پیغمبر اون فاطمه ای که سنی و شیعه اعتراف دارن به این که ایشان مشمول آ بلکه محوریت آیه تطهیر و آیه مباهله با فاطمه صدیقه حبیبت الله و حبیبت رسول الله، این فاطمه اومد تو مسجد پیغمبر، الانه این مردم گوچه و بازاری که این همه از میکنم نماد بی تقوایی و فسق و فجور و بیدینی تو توده یه مردم من و شما مشاهده میکنیم، حق نداریم به راحتی بگیم این مردم بیدینن، چون به ظاهر تظاهر به اسلام میکنن اقرار میکنن به شهادتین. حالا برگرد به 14 قرن پیش که مردمی که احد رفتن، بدر رفتن، حنین دیدن، تبوک دیدن، بنی المصطلق دیدن، بنی النضیر دیدن، اون همه جهاد، اونم اون قرآنی که پیغمبر اصحابشو تعریف کرده، اون وقت یک دفعه بعد از پیغمبر دختر این پیغمبر یک دونه چماق بیدینی آرم و استاندارد تو پیشونه خلفاء جور و به تبعش تمام ملاء مهاجر و انصار، هر آن کسی که سکوت کرد در مقابل ظلم امیرالمؤمنین همه اونا رو دونه دونه حضرت زهرا مهر کفر، مهر نفاق، مهر ظلم، مهر زندقه رو تو پیشونی تک تک اون افراد که مدعی بودن ما سابقه در اسلام داریم حضرت زهرا چجوری کوفت که تا صبح قیامت نمیتونی شما اون نامرد مردم رو شما تبرئه کنی، هیچ محکمه ای نمیتونه اصحاب پیغمبر اون لامذهب مردمی که دیدن تو کوچه روز روشن فاطمه رو دارن میزنن کنار کشیدن، تمام اینها رو فاطمه زهرا آرم و عنوان کفر و الاد رو تو بیشنون زد، هیچ وکیل مدافع حقوقی ارزه نداره بیاد اینا رو تبرئه کنن، این کار مادر شما بچه سید هست.
دادستان کارش در دنیا چیه؟ دادستان کارش چیه؟ به مطرح میکنه. یک خطبه خونده صدیقه طاهره، وقتی روشو یاد داد دم دروازه کوفه، دختر همین فاطمه خطبه سکینه بنت الحسین، ایشون که فاطمه رو ندیده، اما به حکم وراثت، به حکم ژن، بردارید ببینید دم دروازه کوفه سکینه بنت الحسین یا فاطمه سقرا یا فاطمه بنت الحسین یک خطبه دارد. سبحان الله، از اون خطبه تو مجلس پسر معاویه، اون زینبی که کتشو از پشت بستن، ما یه وقتا یکی دستگیرش میکنن میگن دستات بیاد جلو، اینجوری میبند. ما یه وقتا یه کمی شدت به خرج میدن میگن مجرمه، اینجوری میبندن. ما یه با یه مجرم دیگه میبندن. روزه بمیرم برات. همه جورش رو بستن، بگم یا نه؟ امام سجاد فرمود فأتونا بالحبال کل اقنام، تناب برده بوده 84 زن و بچه رو یک رشته تناب بست به کمر اینا. دیگه چیکار کردن؟ امام زمان پرده تو زیارت ناحیه برداشت، صبحیه من دیگه بیشتر از این که نبایدم بازش کنم، مثل برده ها سن بچه یه تو رو اسیر خب برده رو گاهی وقتا دستشو میبندن اینجوری رو اینکنه. یبنه رسول الله، امام زمان بفرمایید چجوری عمه شما رو بستن؟ دخترکان 3-4 ساله رو چجور بستن؟ ببین چی میگه، ایدیهم مغلولتن الالعناق فصبی اهل گلابیک فصفدو فلدید، ایدیهم مغلولتن الالعناق یطاف بهم فالازوار. اینجور حالا یه خانومی که دستاش به گردنش بسته است، فرمود ما رو میکشیدن یه دست تناوت جلو، رسم رو میکشیدن یه دستم از پشت ما رو میزدن. همین این دختر فاطمه است که گفتم به مادرت بچه سید ببال، اینه که تمام انبیا و مرسلی و اوسیا و اصفیا میبالن به حضرت صدیقه طاهره. امام صادق کتشو میده بالا میگه ننه ما فاطمه است، مهدی اهل بیت به این مادر میباله. چرا؟ این چیکار کرده؟ یک دختر تربیت کرده زینب، از تاش بگردنش بسته، اون همه مصیبت دیده شهر به شهر و دیار به دیار، اون همه بلا و مصیبت. حالا وارد شده تو مجلس پسر معاویه، اونم چه جور سر بریده حسین میاد، با مذهب شراب میخونه، عربده مستانه میکشه. آی بچه شیعه ها، سر بریده حسین تو تشنس بود، حسین تو پیر شدی یا من، تو قافیه بودی یا من، هی گردن کلفتی میکن. اینجا اگر زین العابدین جوابشو بخواد بده فوری تشر میزنه، جلاد بیا گردن اینه بزن، کار پیش نمیره.
زینب بخواد حرف بزنه فایده نداره. از این تا نحنو تمام نگاه ها متوجه به تش خوب که نگاه ها رو جذب کرد. وقتی دیدن و لبه های بخون خوش کرد زیعلم اللبین بلن ایم انغلبن ینغلبون والله غلط می کردم فراز منبر این تعبیر رو به کار ببرم. من یه وقتی فکر می کردم زیارت زناری این عبارتی که امام زمان میگه السلام علی الثقر مقروع بالقضیب یعنی چه، تا این عبارت رو پیدا کردم که وقتی سر برید قرآن خون تمام نگاه همون یزید اول دست پاچه شد، این چوبه رو برداشت هم میزد به این تشت، به تشت اول میزد که با صدای آهن جلوی صدای حسین رو بگیره. هرچی اون میزد دیدن صدای حسین بلندتر میشه. دیدید نمیتونه صدا رو ساکت کنه، ببخشید منو نامر بلند شد از جا، چوب خیزران رو به نبادن دار اگر ندیده بودم نقلش نمی کردن. دیدم این ملاوی محقق این مقدم نویس کهنه کار نوشته اندادر زد تو دندانهای سرایان حسین چه کسته شد از جا خطبه میخواند. اونجا مادر گفت یب نبی محافه فی کتاب الله انتر زباک و راور سنبی لقد جهت شیعن فریا. اینجا هم دختر امین فاطمه آی بچه سیدا به این امه جان کتک خوردتونم سرتون رو بالا بگیری صدا زد همه نلعن یبن طلقا حسین. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.